سلام به همه شما عزیزان، حالتان چطور است؟ پشتتان دق شده بودم. یادتان است داستان قبلی راجبی چی بود؟ راجبی ای بود که سنگ پشت دوستاش به سفر دور دریا برد. و اما امروز به صبرانه منتظر هستم تا ببینم چه دوست جدیدی قرار است وارد قصه من شود. پس بیایید که شروع کنیم. همینطور که در حال شنا کردن بودم، یک نهنگ کلان را ملاقات کردم. نهنگ گفت: به دریا خوش آمدین. اگر به زیر آب بروید چیزهای فوق‌العاده تری خواهید دید. شنا کنید و بیایید. دوستان همگی به دنبال نهنگ به زیر دریا رفتند و توتی گفت: من آسمان را دیدم، زمین و آب را هم دیدم. همه آنها به نحوه خاص خود زیبا هستند و هر چیزی در طبیعت خانه ما می باشد. دوستان ای بار یک جای یک نهنگ ترسیم می کنیم. بیایید یک بیضوی عریض ترسیم کنیم. و پس از او چشم ها دهان و دم نهنگ و بالای نهنگ را ترسیم میکنیم. دوستان مشکلی نیست اگه بعدن رنگش کنن. با توش رنگه هم میتونین رنگ کنین و حتی میتونیم همراه قلم شمعی یا همان رنگ روغنی هم رنگش کنیم. دوستان بدنش را به این شکل رنگ کنین و قسمی بکشید که آب از پشت سر نهنگ بیرون زده باشد.
و پس از او نشان بتن که این نهنگ در داخل آب است و موجها را ایجاد کنن. چند حباب ترسیم کنیم. دوستان اگر قصد دارید از رنگ دیگه استفاده کنین، پس رنگ ها را بیارین و رنگ های متفاوتی را استفاده کنین. من از سبز روشن استفاده میکنم. و همچنان از سبز تیره. و پس از او آسمان را رنگ می کنم و برای رنگ آسمان از زرد کم رنگ استفاده می کنم. همانطور که میبینن رنگ ها باعث تغییر کردن رنگ روغنی یا قلم شمی نمیشن، اما همراه توش رنگ یک نواخت میشن، درست است؟ وقتی که از بنفش استفاده کرده بودم به مانند طلوع خورشید بود. بفرمایین کارمان خلاص شد. امروز درسمان چطور بود؟ واو، امروز نهنگ را دیدیم. این بار نهنگ دوستایش را به زیر آب برد و دریا را به آنها نشان داد.
واو، و توتی گفت هر جا طبیعت باشه میتونه خانه ما باشه، چون ما بدون طبیعت زندگی کردن نمیتونیم. آیا شما هم مشتاق قسمت دیگه از داستان آینده هستید؟ پس تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.